اجرایی برای ابتدای کار، اجرای پیانو را آغاز خواهیم کرد. منتها من این توضیح را ابتدا میدم خدمت شما که کتابی که برای آموزش پیانو در نظر گرفته شده و اینجا هم ما از همون کتاب استفاده خواهیم کرد، کتاب بیر هست. این کتاب نوشته فردیناند بیر هست و بهترین کتاب آموزش مقدماتی پیانو همین کتابه و اکثرا کسانی که پیانو رو فرا میگیرن برای آموزش مقدماتی از این کتاب استفاده میکنن. منتها بنده یک کتابی تألیف کردم، کتاب بیر پارسی. کتاب بیر پارسی شباهت های بسیار زیادی به بیر داره و تا حدودی از همون کتاب گرفته شده. منتها به دلیل اینکه کتاب بیر صرفا تمرین انگشت و تکنیک هست و حتی آهنگ هایی هم که درونش به کار رفته آهنگ های کلاسیک و آموزشی هست، در این کتاب ما از آهنگ های ایرانی و حتی موسیقی های زیبای بین المللی استفاده کردیم و هنرجو میتونه در حین فرا گرفتن نوت ها و تکنیک ها اون آهنگ ها رو یاد بگیره. منتها هنرجویی که میخواد پیانو را صرفا به صورت پیانو یاد بگیره، از روی کتاب بیر کامل تر میتونه پیش بره، ولی این کتاب و آهنگ هایی که در بینش هست و خیلی هم مرتب، چون این کتاب هم آموزشیه، آهنگ هاش خیلی مرتب چیده شده، کمک کننده هست که هنرجو در حین فرا گرفتن کتاب بیر بتونه از آهنگ های ایرانی این کتاب هم استفاده کنه. تمریناتی هم که در کتاب بیر هست که الان ما به تمرینات دست راست اشاره خواهیم کرد، عیناً در کتاب بیر پارسی هم هست، متعادل در بینش آهنگ های مختلفی برای اجرا قرار داره. خب اولین تمرینات ما تمرین های دست راسته. تمرین ها به این صورت شماره گذاری شده، تمرین شماره یک در دو میزانه، شماره دو به همین صورت. پس شما زمانی که تمرین شماره یک را میزنید، وقتی به این دولا خط میرسید، تمرین شما تمامه، میتونید صبر کنید و تمرین دو را به طور مجزا اجرا کنید. در ابتدا تمرین یک را اجرا میکنیم. یه نگاهی میندازیم به تمرین یک بدونیم چیه. این یک که شماره خود تمرینه، کلید سول علامتیه که برای ما این نوت ها را مشخص میکنه که ما بدونیم این نوت نوت دو هست و نوت بعدیش نوت ره در اکتاو بعد از وسط. علامت سی معنای چهار چهارم بودن این میزان رو به ما نشون میده و شماره هایی که بالای نوت ها قرار داره شماره انگشتیه که دست راست باید به این نوت اختصاص بده. خب حالت صحیح، ما میشینیم پشت ساز، دست را به حالت صحیح میگذاریم. منتها در ابتدای کار وقتی ما تمرینات دست راست را میخوایم انجام بدیم، نیازی نیست که شما دست چپتون هم روی کلیدها بگذارین، به دلیل اینکه ما میخوایم تمام حواسمون بر روی دست راست متمرکز باشه. بنابراین پنج انگشت دست راست را باید روی کلیدهای پیانو قرار بدیم. انگشت اول روی نوت دو و انگشت دوم روی نوت ره. من تمرین را اجرا میکنم، هر کدوم از این نوت ها باید یک ضربه اجرا شه به این صورت، یک دو سه چهار، تکرار، یک دو سه چهار، میزانه بعد یک دو سه چهار. همونجور که مشاهده کردید این نوت چهار ضرب اجرا شد، یعنی به اندازه چهار ضرب انگشت ما روی نوت نگه داشته شد. این نوت ها را من چون میزان چهار چهارم هست
به این صورت میشمارم 1 2 3 4، تکرارش را اجرا میکنم و این نوت رو 4 ضرب باز نگه میدارم. یک بار دیگه درس 1 رو بنده اجرا میکنم. 1 2 3 4 تکرار، 1 2 3 4 میزان بعد 1 2 3 4. ما میتونیم در طول تمرین های متعددی که روی درس شماره 1 داریم به این صورت هم گاهی نوت را بخونیم. دوره دوره تکرار، دوره دوره، دو دو سه چهار. شما میتونید با پا ضرب ها را مشخص کنید و میتونید هم با شمارشی که از طریق گفتن اجرا میکنید ضرب ها را نگه دارید. به تمرین شماره 2 میرسیم. این تمرین 3/4 هست، یعنی ما معیار شمارشمون باید باشه 1 2 3، 1 2 3. خب تمرین شماره 2 رو من اجرا میکنم، از اینجا شروع میشه و در این دو لخت تمام میشه به این صورت 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. یه بار دیگه اجرا میکنم و اسم نوت ها را میگم. دوره می، تکرار، دوره می، دو دو سه. این که من میگم دو بعدش دیگه 1 نمیگم به این دلیل که زمانی که من نوت دو را اسمش را گفتم ضربه اولم گذشته و بعدش بعد ضربه دوم و سوم را اجرا کنم. نکاتی که در حین اجرای این تمرینات باید در نظر داشته باشید، یکی اینه که هر انگشت باید درست در لحظه‌ای برداشته شود که انگشت بعدی ضربه را می‌زند. من روی درس سوم این نکته را اجرا می‌کنم. حالا اگر من این نکته را اجرا نکنم، یعنی انگشتم را زود بردارم، این حالت به وجود میاد. خب این باعث میشه که نوت ها از هم فاصله بگیرن و اون زیبایی را ملودی نداشته باشه. بالعکس اگر انگشتم را که میگذارم دیر بردارم، اولا اشکال پیدا میکنه از نظر تئوری، چون اگر من انگشتم زیادتر بمونه نوت سفید نیست، یه موقع نوت سفید اجرا میشه، سیاه نیست، یا در حالتی که حتی کوتاه هم میزنم سیاه نیست، چنگ اجرا میشه. این حالت هم یه حالت اشتباهیه. چون ما در هر لحظه ای باید فقط یک انگشتمون روی کلید ها باشه و اگرم زود برداریم ممکنه لحظاتی باشه که انگشتان ما رو کلید ها نیست و به اون لحظه میگیم سکوت، در حالی که توی این درس ما سکوتی نداریم. درس 4 رو اجرا میکنم. یه بار درس 4 رو با شمارش ضرب ها، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. خب نکته بعدی را میخونیم و در درس 5 دقت میکنیم بهش. حرکت انگشتان باید 1 نواخت، مطمئن و در آغاز آهسته باشد. 1 نواخت بودن به این معنیه که یکی از انگشت های من ضربش قوی نباشه و دیگری ضعیف. مطمئن بودنش به این معنیه که کلیت ها را نصف کار نبرم پایین یا آرام و شل بزنم، چون اصلا کلید پیانو صدا ازش خارج نمیشه. پس باید ضربات کاملا با اطمینان اجرا بشه به این صورت. باز درس 5.
و در آغاز آهسته. پیشنهادی که من در تمرین این درس ها دارم، چه برای دست راست، چه برای تمرین های دست چپ و چه تمرین های اجرایی برای هر دو دست، اینه که شما در آغاز این درس ها را به صورت بسیار آهسته اجرا کنید تا هم از نظر ضرب تحت کنترل ما باشه که بدونیم میزان ها را کاملا صحیح اجرا میکنیم، یعنی یک ضربی ها یک ضربه و چهار ضربی ها چهار ضرب، و هم اینکه از نظر فرم دست صحیح بودن حالت دستمون، قدرت ضربات، اتصالی که بین صدا هست و همه نکات تحت کنترل باشه. پس ابتدا آغازش با حرکت آهسته هست و به تدریج این حرکت را ما میتونیم تند کنیم. علامت تکراری که اینجا در نظر گرفته شده یک بار تکراره، یعنی من درس 6 را باید یک بار اجرا کنم و یک بار هم تکرار کنم و بعدش از این میزان خارج شم میزان بعد بزنم، ولی ما استثناءً برای تمرین خودمون میتونیم این میزان را به جای دو بار 30 تا 40 بار تکرار کنیم و در طول این تکرارها به نکات مختلفش توجه کنیم. من درس 6 را به این صورت اجرا میکنم. شما در حین اجرای این درس میتونید توجه به حالت انگشتاتون، قدرت ضربات و اتصال بین صداها داشته باشید. هر وقت که از اجرای درس خسته شدید میتونید میزان بعد رو اجرا کنید به این صورت 1 2 3 4 تمام شد. حالا من حدود 10 بار زدم، شما ممکنه 20 بار 30 بار تا 40 بارم بتونید در وقتی که فرصتش هست درس رو تکرار کنید. بعد از اینکه کلیه درس های 1 تا 24 دست راست را با تکرارهای 30 تا 40 مرتبه ای تکرار کردید و چند روزی تمرینتون گذشت، میتونید به این روش هم کار کنید که از سرعت بسیار پایین شروع کنید و وقتی که اطمینان پیدا کردید که کاملا انضباط و نظم انگشتان و اجراتون خوبه، سرعت را کمی زیاد کنید، خیلی به تدریج به این صورت. درس شماره 7 3/4 هست. سرعت رو تند کنیم تا در طول این 30-40 مرتبه ای که تکرار میکنیم به سرعت های تند ترش هم برسیم. هر چقدر شما این تمرینات رو بیشتر انجام بدید، عمل کرده انگشتاتون و سرعت عملشون بهتر خواهد شد. درس شماره 8 رو من اجرا میکنم. نکته جالبی که در درس 7 بود این بود که میزان اول دورمی، میزان دوم فامیره و بعدش علامت تکرار. اینا یادتون باشه وقتی که علامت تکرار رو داشتید مهم نیست که این تکرار چند میزان قبلش هست، باید بیان و در ابتدا دوباره تکرار کنید. یعنی در درس شماره 7 هر دو میزان تکرار میشه بارها. درس شماره 8 را اجرا میکنم که درس 4/4 نکته جدیدی که باز توی درس شماره 8 هست اینه که دو ره می فا سل 4 ضرب
و بعد علامت تکرار رو ما میبینیم. بنابراین نوت سل چهار ضربی در تمام تکرارها باید اجرا بشه. باز توی درس 9 همین نکته هست، دقت کنید به اجرای درس 9. درس شماره 10 را اجرا میکنم. البته شما تکرارهای بسیار بیشتری باید داشته باشین، حداقل باید هر هفته شما هر کدوم از این درس ها را 1000 بار 2000 بار تکرار کنید تا انگشتاتون به اون حالت مطلوبی که میخواین برسه. درس 11 را من الان میزنم و نکته ای که میخوام اینجا باز اضافه کنم اینه که اگر درسی برای شما یه مقداری سخت بود شروعش، میتونید سرعتتون رو خیلی کمتر انتخاب کنید. به این صورت درس شماره 11. پس برای اینکه توجه به اجرای صحیح نوت ها و اجرای صحیح دست و انگشتانمون داشته باشیم، میتونیم با سرعت‌های خیلی پایین شروع کنیم. ولی بعد پس از تمرینات بسیار زیادی که انجام میدید، باید به این سرعت‌ها برسه دست شما. به این صورت تمرین شماره 12 رو اجرا میکنم. من برای فرصتی که اینجا اندکه و فقط جنبه آموزشی داره، تکرار خود درس را، یعنی فقط دوبار اجراش اجرا میکنم، ولی شما تکرار زیاد رو در نظر داشته باشید.